خانه دست شما سپردم. مستقر که شدیم انشالله راهی شد. در این خانه بسته نشه، مردم چشم امید دارن. شما رو به خدا قسمتون میدم ما رو تنها نذاریم، به پاتون میافتم. استدعا دارم، چشم و چراغ شمایی. اگه نباشین مردم خونه ی تاریک خونه ی امیدشون نیست. مردم نور میخوان که نور باشه. خونه ی تاریک کدوم عاقبت به خیری رو امیدوار کرده تا حالا؟ حضرت آقا میخوای بری برو، نقلی نیست، ولی اول باز با همین قمه ها جون این بچه ها رو در بیاری، بعد یا بکش یا بمون و جهاد کن. یه مملکت پشتشو باز، ما آقا میخوایم نه شاه. شاه اگه عزت داره واسه عزت آقاست. شهری که آقا نداشته باشه باز خاکشو به توبره کشید. میخوام 100 سال دیگه هم شاه نداشته باشه. برید به طرف میدانه. میریم به طرف میدانه. نه بنده نه آزادیم. ما شاه نمیخواهیم. ما شاه نمیخواهیم. ما شاه نمیخواهیم. ما ملت بیچاره هر لحظه گرفتاریم. ما شاه نمیخواهیم. هنوزم رگ غیرت تو تن این ملت با خون حسین میجوشه. خدا رو شکر. هنوزم دلارام اینها نام حسینه.
چرا رفتی؟ میخواستم از مردم باشم، با مردم، میونه این مردم بدبخت. کار به شورش کشید؟ نمیشه مارشون کرد قربان، تعدادشون خیلی زیاده. بی شرف، پس تو چه غلطی میکنی پدر سوخته؟ حاکم تهرانی در حالی که باید سراغتو توی سلوغون گرفت. غیر منتظره بود، به سر مبارک غافلگیرمون کرده. به من نگو غیر منتظره بود، پدر سوخته. دورت جون، علما وساطت کنن. یکی باید پیش علما وساطت کنه قربان. شورش از ناحیه خود آنها سر باز کرده. همه رو قتل عام میکنم. بمون. به اندازه کافی افتضاح به بار آوردی، بدترش نکن. اطاعت. جناب امین ضرب، از بازار بگو. تجار تعطیل کردن علی حضرت. نفی بلد میرزای آشتیانی تأثیر بدی گذاشته. فقیر خیلی تلاش کردم که نگذارم تجار دخالت کنن، ولی نشد. چی میخوان؟ لغو تبعید میرزای آشتیانی و ابطال امتیاز رشی قربان. به مشان میرسه مثل انقلاب فرانسه. میخوان سر به تن شاهنه بچه. ممکنه بریزن اینجا کمپانی رو با دار و ندارش به آتیش بکشن. باید بریم سفارتخونه پناه بگیریم. برای اونجا امتره. کالسکه رو حاضر کن. نه کالسکه خطرناک. عالی جناب، شما باید با اسب برید، اونم از بیراهه. نمیدونم یک کاری بکنی. بله دیگه نمیتونم اینجا بمونم. جون همه ما در خطره. آروم باش جرارد، همه چی درست میشه. بهت قول میدم. مثل اینکه شما صدای اون بیرون رو نمیشنوین. مردم طغیان کردن، از ما متنفرن. شما میگین آروم باش آقای وال؟ تو این مملکت رهبران مذهبی تصمیم میگیرن، نه شاه، نه صدر اعظم. من برمیگردم لندن آقای وال. اینجا دیگه جای من نیست، ولی قبلش خسارت ما دولت شاهنشاهی ایران میگیرم. گفتم خون سردی تو حفظ کن جرارد، همه چیز درست میشه. آروم باش. ای شاه بی‌لیاقت، کارت شده حماقت. 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 چه خبرتونه؟ سرتر شدی ما؟ این چه وضعی به وجود آوردی؟ عرضه ی متراز رو باشه روش نکنی؟ نزنید.
نمیشه آرومشو کرد. یک نفر باید بره با میرزای آشتیانی صحبت بکنه. تنها راه حل خود میرزای آشتیانی با برد. حتی طرفش هم درام ممکنه طغیان کنه. خیلی ترسیده. معلومه. خدایا من اشتباه کردم. سوگند میخورم که برگردم لندن. من فقط برای تجارت اومدم. نمیخوام با اونا رو در روشم. التماس میکنم فرصت بده برگردم لندن. التماس میکنم. مژده بدین شاه بابا. قائله خط شد. به مبارکی میتونین به راحتی احکام رو صادر کنین. به ضرب گوله همه رو متبرخ. برو گم شو پدر سگ. محبوب ملت ایران، ظرف 3 سال مملکت نظم تقی‌خانی، مدرسه دارالعلوم ما برای آینده کشور، رصدخانه های ایران با بازی و اثر جهان ارباب انگلیسی نهایت نوکری کرده. چه میگی؟ همش خدمته. پس چرا باید بریم؟ شما عهدی داشتم، نه تنها بر عهده من نبود. این جسم عنصری به چه دردی میخوره؟ امیر خیلی دوستتون دارم. شلا ماندگار باشی. من خواهیم هستم نخواهیم. امینه کجا بودی؟ چه روز سختی بود امروز. اگر امیر زنده بود
هیچ وقت این اشتباهات حادث نمیشد. مردم طالب مرگ شاه نمیشد. اگر امیر زنده بود، امیر باید میرفت تا کبیر شه. شاید اگر امیر زنده بود دیگه امیر نبود. حکمت خدا تو رفتن آدم ها قابل قبط خوردن نیست. اگه امیر باید بره، پس یعنی باید بره. ایران نیاز داشت به واژه امیر کبیر. از بابت امروز متاسفم. نباید نایب السلطنه مردم رو به گلوله می‌بست. اعتبار حکومت به عزت مردمشه، نه به زدن و کشتن و نفی بلد. از جریان امروز یه چیز دستگیرم شد. شاهرگ حیات، ملت، عزت اونا عزت شماست. عزت زیاد. احضار فرموده بودین سرکاره. آتی از این خوشتر نایده بودم میرزا جعفر. پیشگویی کردی اما به غلط. خوشبختی من تو بدبختی این مردم نبود. من از همین مردمم. امروز اگه ریخته بودن تو کاخ که وا مصیبتا. حالا که نریختن از با تهیتا آمده بود بلایی، ولی به خیر گذشت. بلا همیشه هست، مثل مصیبت مرگ پدر که کاریش نمیشه کرد. مرگ گاهی نعمته. مرگ همیشه بلا نیست، شکلش بلاست، نفسش رهاست. رهایی از دون، از دنیا. بعدش خاک، خاک سرد. در خاک سرد رازهایی است. چرا سوایی؟ گناه رو پاک نمی کنه. خاک می گیره، پس نمی ده. گرفتار رو نباید پس داد، هرچی می خواد باشه. مهم اینه که تو کجای این بازی هستی. بیقرارم. صبر تلخه، ولی بهرش شیرینه. مثل اون شربتی که دادی به شاه، شاه شوهر. صبح عاشق، شب فارق. من طبیبم. طبیب لامروت خلقو تنگ میکنه. میبینی که یه روزی تشت رسواییت از بام میفته. من عرقکش شاهم و مطرب شما. باز کنم. پس مطرب بنواز. غمنامه این شاه خیلی هزینه.
نگران نباشید قربان. ترتیبی دادم که فردا به دیدن میرزای آشتیانی برم. هرچه گفت قبول کن. بندم همین نصر رو دارم قربان. بگذارید تشریف نبرید. دولت بیجا کرد اسباب دلخوری حضرت آقا شد. اعلی حضرت حکم لغو قرارداد تالپوت رو توشیح فرمودن. اگر برای لغو تحریم تنباکو تشریف آوردید، فرمان آقای میرزای شیرازی برای همه ما حجت. ایشان فتوا دادن و فقط خود ایشان میتونن فتوا رو لغو کنن. بلاغیر دست خط شاه رو تلگراف کنید، صلاح بدونن اقدام میکنه. بفرمایید گلوی تازه کنید. ملت فریاد زدن، روانیست که بنده ی حقیر گلو تازه کنم. نه مسعود میرزام هست بگرفته، نه من کلکله کشونمه. جای رحمال خودتو به طبیب نشون بده. بس که موندی توی این آفتکده خل شدی. یا خلی هم دست خود آدم نیست که بگی مثل خشم فرو میکشه. الکی خوشی دنگی میزنی، دونگی میخونی. وای وای ببین دنیا چه فنگ کور به کچل میخنده. نه اینکه تو توی این ملک نیستی، غم و قصه مال تو نیستش که، مال ما بدبخت بیچاره هاست. دیجی خانم، تو رو خدا برو کنار. من نمیفهمم. دوست بی دلیل زیاد دیدم. اینا یا حرم خونه. دشمن بی علت فقط خودتی. فقط خودت. من دیگه باید برم. شما هم بریم به کاراتون برسید. برات سرکتاب با کردم. سفر اومده، باید بری. نه از این دیار، از این وطن. حرفات همه باد هواست. مثل همون آتیه خوشت. خیلی خوشی همم. ببین آقا رمال، من دیگه بچه دارم، پاگیر شدم، هیچ جا نمیرم، همینجا میمونم. رمالم رمالای قدیم. دیگه هم واسه من سرکتاب با نکنی ها، که درد بی درمون دوا نداره. این حال و هوا هم دیگه صفا نداره. کم سر اون ماجرای لعنتی رجی سرمو کوبوندی به سنگ جفا. برو توبه کن، دخیل ببند. دخیلی که به دل میبندن نه به درخت. برو که دیگه حنات پیش امینه هیچ رنگی نداره. خودت رو زدی به خریت که راحت زندگی کنی. باشو
دولت شاهنشاه ایران باید خسارت کمپانی رو پرداخت کنه. ما 500 هزار لیره ضرر کردیم. به من گفتن اگه کمپانی برچیده نشه تضمینی برای جونم نیست. تهدیدم کردن آقای وولف، تهدیدم کردن. بفرمایید بنشینید، خون سرد بشید، بفرمایید. کمپانی باید تعطیل بشه. من به لندن تلگراف زدم. پاسخ میخوام کمپانی تعطیل بشه. شما بابت ضرر و زیان کمپانی نگران نباشید. قرار دولت ایران 500 هزار لیره خسارت بده. من این اتفاق رو پایان ماجرا نمیبینم جرارد. به نظر من آتش زیر خاکستر هنوز زبانه نگرفته. ایران آبستن حوادث بسیار مهمیه در آینده که البته بخشی از اون بستگی به عمل کرده دولت ما داره. من میخوام برگردم لندن. تو برمیگردی لندن جرارد، نگران نباش. شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله اعلام می‌دارد رعایا می‌توانند با آسایش خاطر دخانیات را مصرف کنند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بدین وسیله رعایا می توانند با آسایش خاطر دخانیات مصرف و حکم تحریم لغو اعلام می گردد. و حکم تحریم لغو اعلام می گردد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد حسن حسینی شیرازی، پنجه جمادی الثانی 1300. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد حسن الحسینی شیرازی، پنجم جمادی الثانی 1309 هجری قمری. امین و سلطان، داستان خسارت کمپانی رژی چیه که برای ما شاخ شده؟ 500 هزار لیره تقاضای غرامت. همینطور یلخی؟ خاطر همایونی مستحضر هست که ما یک طرفه قرارداد رو لغو کردیم. از کجا باید تادیه بشه؟ اجازه بفرمایید؟ از بانک شاهی انگلستان قرض میگیریم. البته جسارتاً باید به عرض برسونم که بهرش خیلی کلانه.
هرچه باد آباد. بله قربان. اتابک. بله قربان. حکم نمایندگی پادشاه زمینه ثابت میشه. بله قربان. بله قربان. بفهمید. آه به بالاخره رسید. به 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 خدا رو شد که گوسفندی پیدا شد که جگرشو کباب کنن. گوسفندش فرنگیه، ناف انگلستون. شما ها حزب بادی، هر طرف باده، پهلوان جلاده. این گوسفنده رو دولت همون صدر اعظم حیفنون پرورش داده تا تو جگرشو بخوری جگرت حال بیاد. ببینم تو تاجری یا فضول؟ هیچ کدوم. بخور که دیگه اینم گیرت نمیاد، اون وقتی که نمیتونی سینی پاره کنی. خیلی داری حد میزنی. به چیت میرازی؟ به شکم فراخت یا سیمین گندم؟ این قهوه خونه رو گن برداشته بس که جیگر میزنن به سیخ. پهلوانم پهلوانهای قدیم، نون میزد به آب و میخورد که شکمش سیر بشه، بعد راه میافتاد حق فقیر رو از غنی میگرفت. اما پهلوانای این دوره پی جیگر و قلبگان که قهوه چی براشون حسنت و ملوک درست کنه بخورن و باد به قبقبشون بندازن. با من چی خواه داری بابا؟ اگه یک کلمه دیگه، فقط یک کلمه دیگه از این خوزعبلات رو بلغور کنی، یه جوری سر تو میبرم که نه انگار به دنیا اومدی. تا چه ارتجارت تو بکن، سر به سر پهلوان نزار. یهو دیدی دل و قلبتو کردم حسرت الملوکا. من کشت مرده حسرت الملوکم. شیفم شد؟ خم برم. کار خوبی میکنی. باید از شر این سبیلای پهلوانی خلاص بشم. اگه مردی دستام و باست شده بگم مردی دستام و باست خانمه رفتن امارت خوابگاه. الان هست که دیگه خاموش کنن چر چر آقا رو ها. اون وقت من باز کورمال کورمال برم بگیرم بخوابم. بی جم دیگه. چقدر حرف میزنی؟ اگه چی رو ویرت در نیاد کسی از خواب بیدار نمیشه. تازه اگه چر چر آقا خاموش کنن جی جی خانم راهشو گم نمی کنه تو این تاریک کنی که خوب
چی سیاهه؟ چرا همقدر دیر اومدی پیش من؟ من کاری ازم بر نمیاد. کی باید میومدم؟ اجل مهلتت نمیده. جیجی خانم نمیخواد بخوابه؟ اومدم بهت بگم حرفاشو باور نکن. صد تا کارت بسازی یکیش دسته نداره. پیشبینی ها شب پرغوز در میاد. میری غنبرک میگیری ها. تو چرا حولت میچه؟ نگران این بدبختم. این بدبخت نمیمونه که ببینه حرفای من درست در میاد یا نه. یعنی چی که نمیمونه؟ تو به سفر میری. جبری. دست خودت هم نیست. حوادث دهر باهات راه نمیاد تا اینجوری بتونی جلوی من دجز بخونی. فهمیدی؟ تو طالعت سیاهه. من میخوام کمکت کنم که زجر نکشی. آروم باش. آروم باش. آروم باش. من تو رو به آرامش میرسونم. چشاتو ببند. یواش چشاتو ببند. چشاتو ببند. تو ببند. تو ببند. اگه بفهمه تمومه. الان فراشا میرسن. فرار کن و الا دارت میزنن. من خودم از کاخ خروجت میدم. تو باید پناهنده بشی. به کجا؟ اصلا بچم خودت. اگه بمونیم میکشنت. بچه تو من نگه میدارم. اینجا رو میشناسم. خیلی اومدم. وقتی جوان‌تر بودم زمان میرزا و خان. اینجا پر از انگلیسیه. یعنی تا چند سال پیش که اینطوری بود. سوری. شما نه. فقط این خانم میتونه جناب مانکچی رو ببینه. مانکچی یعنی چی؟ منم باید باش باشم. بریم. سوری پلیز. ایدر جایگاه. بهت میگم منم باید باش برم. نو وی. ایدر جاو. خیلی گرو. چیکار داری میکنی؟ بدون من که نمیره تو. سوری یو نمیتونی. یو نمیتونی یعنی چی؟ میگم اون بدون من نمیتونه بره. منم باید باش برم. کجا میبری نشوت میگم؟ نو وی پلیز استاپ. دست تو بنداز بهت میگم.
اون مردک نباید با تو بیاد. هرچی نباشه اون از محارم شاه ایرانه. شما ها کی هستین؟